به نام جهاندار و جهان داور، خداوند همه گردون. خانم ها، آقایان، مردم خوب سرزمین ایران، سلام. ظهر شما به خیر باشه. ظهر پنجشنبه، آخرین روز از دوازدهمین هفته سال، آخرین روز کاری البته. بر شما خجسته باشه و میمون انشالله، و امیدوارم هر جای کسی احوالتون خوب باشه. همین ابتدای برنامه اجازه بدین به نمایندگی از همه همکارانم در شبکه چهار سیما و تولید و پخش برنامه اردیبهشت تبریک عرض بکنم پیشاپیش فرارسیدن نیمه شعبان رو و سال روز ولادت حضرت مهدی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه شما بیننده های محترم برنامه اردیبهشت. و بی هیچ مقدمه ای بخشی رو آماده کردیم که این بخش رو با هم می‌بینیم. بله، باز هم تبریک عرض میکنم فرارسیدن نیمه شعبان رو. اما موضوع پنج شنبه های اردیبهشت انشالله از این به بعد، اگر که فرصت یاری بکنه و به امید خدا، تلاش میکنیم که موضوع عشق و زندگی باشه. زندگی بدون عشق که از قدیم گفتن بی‌معناست، و اینکه عشق هم جلوه های مختلفی داره در زندگی ما. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و اتفاقاتی که در زندگی ما انسانهای عصر فناوری اطلاعات و هزاره سوم داره میفته. سرعت بسیار بسیار زیاد زندگی باعث شده که گاهی اوقات از کنار خیلی از اتفاقات زیبا در زندگیمون راحت رد بشیم، و متاسفانه گاهی اوقات اونهایی که داریم از کنارشون رد میشیم عزیزترین آدمهای زندگیمون هستن که متاسفانه کمترین توجه رو ممکنه بهشون بکنیم. مفهوم عشق و زندگی اینجاست که خیلی پررنگ میشه. اون تجربه‌ای که ما داریم از زندگی میبریم برای رسیدن به آسایش، گاهی اوقات بدون عشق و تجربه ارزشمندی نیست. کارشناسی که در پنجشنبه‌ها انشالله از این به بعد ما را همراهی خواهند کرد، از اساتید دانشگاه هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس در حوزه روانشناسی، جناب آقای دکتر مسعود عارف نظری. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. میخوام که در آستانه نیمه شعبان میلاد مسعود رو به تک تک ایرانیان و جهانیان تبریک عرض کنم. امیدوارم که آخر هفته خوبی برای همه دوستان باشه. برای شما هم پر از برکت. من در خدمت هستم. زنده باشین. آقای دکتر، من میخوام که از شما اجازه بگیرم و پرسش برنامه رو مطرح بکنم، چون فکر میکنم که پرسش برنامه خودش مقدمه خوبیه برای گفتگو، و بعد از زبان شما کمی آشنا بشیم با فضایی که میخوایم در موردش گفتگو کنیم. پرسشم اینه خانم آقایان، آیا ایجاد یک رابطه برای شما کار آسانیه یا نه؟ گزینه یک آسانه، گزینه دو سخت، یک بله دو خیر. اینجوریه. اینکه ایجاد و حفظ یک رابطه برای شما کار ساده یا نه کاملا مشخصه دیگه. ما گاهی اوقات به سادگی با آدم ها رابطه برقرار میکنیم به شکل‌های مختلف، ولی نمیتونیم آدم‌ها رو در زندگی خودمون نگه داریم، و گاهی اوقات تا انتهاش هم به سادگی ادامه پیدا می‌کنه. با همه رفیقیم، روابطمون هم خوبه، دوستانه است، و اونها در زندگی ما میمونن و سالیان سال در کنار همدیگه هستیم. برای شما چطوره؟ شما جزو کدوم دسته از آدم‌ها هستید؟ اونایی که براشون سخت نگه داشتن یک رابطه یا ساده است؟ گزینه‌های ما یک بله اگر ساده است براتون، و دو خیر اگر که سخت. 3045 هم سامانه پیام کوتاهمونه، 3-4-0-45. آقای دکتر من خیلی حرف نزنم. عشق و زندگی دو مفهوم و هم تنیده شده است انگار. زندگی عشق، بله. و دیگر هیچ. بله بله، من کاملا با شما موافقم. زندگی سراسر عشقه، و من با اجازهتون میخوام که برای ورود به این بحث یک مقدار برم عقب، از یکم از ابتدا تر شروع کنم، از خیلی ابتدا.
از آغاز آغاز، از اونجایی که حضرت حافظ می‌فرمایند در ازل پرتوی حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. آتش به همه عالم زد. بعد من اگر که اجازه بفرمایین با یک نقل قول از فیلسوف معاصر آقای تامس بری، خداشناس و فیلسوف معاصر آقای تامس بری، میخوام بحث رو شروع بکنم، برای اینکه بدونیم که میخوایم به چه سمتی بریم. ما اول خدمت بینندگان باید عرض کنیم که میخوایم برسیم به همون رابطه، میخوایم برسیم به اینکه رابطه ایجاد کردن چقدر ساده است، چقدر سخته، چرا نمیتونیم ایجاد کنیم، چرا نمیتونیم نگه داریم و مشکلات و آسیب شناسی شروع کنیم. ولی مقدمه این میخوایم. بله، ولی قبلش ببینیم مثلا ما چرا به رابطه احتیاج داریم. و این رو من اومدم در یک فضای کلی‌تر، در یک فضای میشه گفت شاعرانه از دیدگاه تامس بری میخوام مطرح بکنم. تامس بری میگه داستان کیهان تجلی واقعیت است. ما آن را به زبان خودمان روایت میکنیم، حیوانات به زبان خودشان، پرندگان در آوازشان و درختان به شیوه خودشان. ما میتوانیم داستان جهان را در مطالعه یک درخت بخوانیم. همه چیز داستان جهان را بازگو میکند. باد داستان میگوید، نه به شکل تخیلی بلکه به شکل واقعی. این داستان در همه جا نقش گذاری شده است و برای همین مهم است که این داستان را خوب بدانیم. اگر این داستان را بدانیم، به نوعی خودمان را شناخته ایم، وگرنه هیچ نمیدانیم. این در آموزه های اسلامی ما آمده که من عرف نفسه فقط عرف ربه. من میخوام که خیلی مختصر اشاره بکنم به این که یکی از هم دستیاران آقای تامس بری، آقای دکتر برایان سویم، یک فیزیکدانه که ایشون هم باز دوباره اومده توی فیلد روانشناسی مقدار کار کرده، اومده قوانین فیزیک رو مورد مطالعه قرار داده و دیده داستان آفرینش انگار که بر اساس 10 تا نیروی آفرینشه جهانیه. بله، 10 تا نیروه که من نمیخوام این 10 تا رو بگم، الان موضوع برنامه ما نیست، من فقط اشاره میکنم به ستای اولش. اولیش نیست که تمرکز. تمام جهان هستی متمرکزه بر هر پدیدش، یعنی اینجور نیستش که جهان هستی یا آفرینش یا خالق یا پروردگار پدیده های هستی رو به حال خودشون گذاشته باشه. هر لحظه تمرکز کل جهان هستی بر این است که هر پدیده هستی به سعادت و شادمانی و آرامش نزدیک بشه. دومیش الورمنت، من واژه پارسیش اقوا کنندگی. بله، ولی با قسمت مثبتش. بله، تاثیرگذاری مثبت، یعنی به نوعی میشه گفت که این اتم اکسیژن باید اتم هیدروژن رو اقوا بکنه یا برعکس، اینا با هم یه ترکیب بشه. یک توتی ماده رو اقوا بکنه، یک پرستو باید. یک مرد باید یک زن رو اقوا بکنه، یک زن، تا بتونن اینها با هم دیگه ترکیب بشن. ترکیب این پدیده های هستی اساس هستیه. یعنی پس در اصل میشه گفتش که پروردگار ویژگی و خصلتی رو در تمامی موجودات نهادینه کرده که در جستجوی جفت باشن، در جستجوی ترکیب شدن باشن. چرا؟ برای اینکه سینرژی، که این اصل سوم، سینرژی یا هم افزایی انرژی های دو تا پدیده باعث ماندگاریش میشه. اگر پروتون در سطح مولکولی تنها باشه، کمتر از چند ثانیه از بین میره. اگر نوترون تنها باشه، کسری از ثانیه باشه. بله. ولی نوترون و پروتون در کنار همدیگه که قرار میگیرن، میلیون ها سال باقی میمونه. پس برای ماندگاری اثر حضور هر پدیده هستی، لازمه که اینها با هم دیگه ترکیب بشه. تمام این مواردم با 3 تا قانون فیزیک، این رو من از آقای دکتر ناصری، من ندیدمشون، کتابشون رو خوندم، کتاب 0 و کتاب 1، توضیح میدن که کلیه پدیده های هستی از 3 تا قانون فیزیک تبعیت میکنه و هیچ پدیده ای نیستش که این 3 تا قانون یا به تنهایی یا به طور مجموع برش
حاکم نباشن. اولیش قانون نیوتونه، F مساوی با MA. حالا من فکر نمی‌کنم لازم باشه که باز کنم، میدونم بینندگان شبکه 4 در این حد فرمولای فیزیکو تو دبیرستان اینا خوندن، ولی به هر حال کسانی هم که نخوندن چیز زیادی رو از دست نمیدن. قانون نیوتون. دومیش قانون انیشتین، قانون نسبیت عام انیشتین. E مساوی با MC2، انرژی مساوی با جرم ضرب در سرعت نور به توان دو. و سومیش قانون کوانتومه که پلانک مطرح میکنه، که میگه E مساوی با H ضرب در F. E مساوی با ضریب پلانک ضرب در فرکانس هر ذره. آجیک تو خیلی ما رو مهندس حساب کردین. یعنی حالا در هر صورت این سه تا قانون، این سه تا قانون میاد و پدیده های هستی رو با رنگ های مختلف، با شکل های مختلف، با گونه های مختلف هدایت میکنه. من در حیطه تخصصم نیست که برم به اون سمت، میترسم که خطا بگم، ولی تا در حد فهم محدود خودم این همون چیزیست که ما در کتاب های دینیمون خوندیم، هدایت تکوینی. این اون هدایت تکوینی پروردگاره که تمامی موجودات رو داره هدایت میکنه به سمت این که حالا هدف آفرینش رو دنبال کنن. و در قرآن اومده الا لیعبدو، ما جن و انس رو خلق نکردیم الا اینکه عبادت کنن. و حالا عبادت به جز خدمت خلق نیست، و خدمت خلق هم اولیش نیست که تو نمیتونی تو کسی خدمت کنی تا قبل از اینکه به خودت خدمت نکرده باشی. تو تا وقتی پای خودت زخمیه، حالا هر چقدر هم که فداکار باشی، تو جبهه جنگ باشی، وقتی یه پای خودت به علت حالا خمپاره‌ای که خوردی قطع شده، نمیتونی همسنگرت رو نجات بدی. بنابراین ابتدا انسان‌ها باید بیاموزن که زخم‌های درون خودشون رو بشناسن، درمان بکنن، و بعد بیان در رابطه قرار بگیرن با شخص دیگری. متاسفانه بعضی چه عرض کنم، تقریبا هممون بدون اینکه زخم‌های خودمون رو بشناسیم، بدون اینکه مشکلات خودمون رو بشناسیم، میایم وارد یه رابطه میشیم و توقع داریم طرف مقابلمون مشکلات ما رو حل کنه. و بعد اون طرف هم با همین نیت وارد رابطه شده. بنابراین هر دوی ما اومدیم که طرف مقابل مشکل ما رو حل کنه. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. بنابراین اینجا اون مشکلات ارتباطی درست میشه که من حالا در سرفصل بعدی صحبت میگم. پس من میخوام جمع بندی کنم، این نیست که من با فرمایش شما کاملا موافقم. عشق و زندگی دو تا چیز نیست، زندگی عشق است. عشق زندگی است. باید جاری باشه، زندگی باید جاری باشه تا عشق جاری بشه. اما با به خاطر کامپلکس های روانیمون، به خاطر مشکلات روانیمون، به خاطر پیشینه فردیمون، به خاطر همه ماها بلا استثنا، خود من که اینجا در حضورتون نشستم که میتونم به جد بگم من حدود 25 ساله که دارم روانشناسی مطالعه میکنم و روان درمانی دریافت میکنم. یعنی من مشاور دارم، همین الانش روانشناس دارم، همین الانش معلم دارم، و همین الانش من هر روز صبح که بلند میشم 20 دقیقه نیم ساعت خودم رو آنالیز میکنم و باز هم مشکل دارم. یعنی ولی متاسفانه هر چی بیشتر میدونی میفهمی که مشکلاتت بیشتره، هر چی کمتر میدونی میگی من مشکل ندارم، مشکل من اونه. پس این عشق جاری نمیشه، این عشق سد میشه، حرکت نمیکنه، زندگی متوقف میشه. وقتی زندگی متوقف بشه مرگ حاضر میشه. مرگ و زندگی البته دو روی یک سکه هستن، هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر، ولی به هر حال ما تا وقتی که داریم نفس میکشیم بنا زنده باشیم. هر موقع که به اذن خدا نفس کشیدنمون متوقف شد، اون موقع خب میریم در آغوش مرگ و اون هم زیباست و اون هم دوست داشتنیه. هر آنچه که وعده داده شده. بله. و من خودم همیشه، من خودم شخصا اینو میگم و همه تعجب میکنم، من مرگ رو خیلی بیشتر از زندگی دوست دارم، ولی فعلا الان نوبت زندگیه و عاشقانه زندگی میکنم. پس تا وقتی که زندم باید زندگی بکنم. زندگی کردن یعنی اینکه عاشق باشم. عشق انواع و اقسام مختلفی داره. حالا یک مدلش عشق بین دو نفره، یک زن و مرد، بین یک زن و مرد، بین پدر و مادر و بچه. بله، اصلا بین عشق بین دو انسان یک مدل از عشق، یک گونه از عشق. شما عشق بین خودت و وطنت، این هم عشقه. عشق بین خودت و الگوی فکریت. من حالا انواع عشق رو میگم، مثلا اگر که نمیخوام خیلی من صحبت کنم، چون میدونم شما خیلی خوب اتفاقا سلیقه خواننده ها رو بهتر، بینندگان رو بهتر میشناسید، دوست دارم که شما هم صحبت بکنید که بتونید منو کمک کنید که این موضوع جا بیفته برای دوستان. پس هر جا که عشق متوقف میشه زندگی متوقف میشه، مرگ آغاز میشه.
خیلی از ما انسان ها متاسفانه در یک مرگ تدریجی داریم نفس میکشیم، مردگان متحرک. شاد نیستیم، خوش نیستیم، لذت نمیبریم از زندگیمون، شاکر نیستیم، سپاسگزار نیستیم. من همیشه وقتی مراجعه هم از من میپرسن که لذت بردن مترش چیه، میگم سپاسگزاری. اگه تو میگی آخیش خدایا شکرت، نمیداری لذت میبری. اگه شب که داری میخوای میگی چه روز خوبی بود، خدایا شکرت، سپاس پروردگار، شکر ایزد، حالا هر کلمه که داری، تنکیو. من یه معلمی داشتیم میگفتش که یک دعا من بهتون میگم توی آمریکا. میگفت یک دعا بهتون میگم، این دعا رو مدام تکرار کنید. من فکر کردم چی میخواد بگه، گفت بگید تنکیو، به آسمان نگاه کنید بگید تنکیو، متشکرم، سپاس. این یعنی داری زندگی میکنی. صبح بلند میشی قر میزنی، نق میزنی، حالت بده، خانومت میاد جلو میگه بش... یعنی زنده نیستی. پس ما میخواییم بریم به سمت زندگی، میخواییم بریم به سمت عشق، میخواییم بریم چه چیزهایی این عشق و زندگی رو متوقف میکنه، محدود میکنه. و بعد من خیلی ممنونم از شبکه 4، از برنامه اردیبهشت که این فرصت رو به من دادن. امیدوارم که بتونم که این ناسازگاری ها، این تعارض ها، اینهایی که همش مثل سنگ ها و گل هایی که در کانال جاری زندگی. آب حیات صد ایجاد کرده رو با کمک بینندگان بشناسیم و بعد راه لایروبی کردنش رو با هم دیگه بریم جلو. من تو این مسیر به کمک بینندگان خیلی احتیاج دارم، یعنی واقعا، چون که من نمیخوام توی فضای ذهنی و فرضی و تئوری صحبت کنم. میخواین که بیننده ها هم نظر خودشونو بگن، سوالا و ابهاماشون بله، رو یعنی بگن. من یعنی واقعا دوست دارم که همینجا از بینندگان بخوام که یه کاغذی بچسبونن با یه آهنربا روی یخچالشون یا رو کمدشون، زیر میز آرایششون، یا اگر که فضای خیلی امنی نیست خونه، چون بعضی وقتا مثلا دختر نوجوان میره مینویسه میچسبه، بعد مادرش میاد میگه تو من ناراضی هستی مثلا، بله، تو یه کاغذ یادداشتی که همیشه دارن در طول این هفته فکر کنن، ببینن که چه چیزی برای اینها مشکله، نمیذاره از زندگیشون لذت ببرن. عجب چیز خوبی پرسیدین. باشه، پس یه قراری اردیبهشتی برای پنجشنبه هامون اینه که خانم آقایون، چیه که توی زندگی جلوی لذت بردن و چشیدن طعم زندگی رو برای شما میگیره؟ چیه که نمیذاره شور زندگی توی رگهاتون جاری باشه؟ اون رو برای خودتون بنویسیم و شاید اگر برای ما اون رو ارسال بکنیم، پیامک بکنیم به 3045، آقای دکتر عارف نظری هم اونها رو مطالعه میکنن و بعد اینا همه سرفصل میشه برای اینکه هدایت بکنیم گفتگو رو به سمتی که میخوایم. اما امروز پرسش برنامه‌مون که دوستای خوبم در اتاق فرمانم ان شاءالله زیرنویسش میکنن اینه که آیا برای شما ایجاد کردن و حفظ کردن یک رابطه کار آسانی هست؟ یک بله، دو خیر. 3045 سوال پیام کوتاهمون یه بخشی آماده کردیم آقای دکتر، اگر موافقین بریم سراغ تصاویری که توش هم عشق هست هم زندگی. بله، خیلی ممنون. ما رو همراهی کنید. Thank you.
من همیشه تصاویری که میبینم توی ذهنم به این فکر میکنم که ما دور و برمون خانم آقایان پر از تابلوهایی که خداوند برای ما هر روز هنرمندانه تصویر میکنه. شاید چیزی که خودم همیشه فکر میکنم این یه تیکه سربالایی معروف جام جم که هر وقت مجری‌ها یه کمی حرف کم میارن ازش اسم میبرن، وقتی که این یه تیکه رو قدم میزنین میان رو به بالا، انصافا محیط فضای سبز بسیار زیبایی داره آقای دکتر همکار عزیز. وقتی قدم میزنین، اگر که حالا اهل تصویر باشین، شاید ما یه کوچولو قابای تصویر رو حساس داریم و چشامون مثلا مثل دوربین قابها رو میشناسه، هر گوشش رو که نگاه میکنی با دوربین عکاسی میتونی یه عکسی بگیری که هر کی ببینه بگه به به. و بعد تکه تکه یه مسیر مثلا 20 متری تابلوهای زیبایی که خالق بزرگ یا سرزمین و زمین و کائناتون رو آفریده و آدم کیف میکنه با دیدنش. امیدوارم که اون شور زندگی در وجود شما با دیدن این تصاویر به غلیان اومده باشه. آقای دکتر، داریم راجع به عشق صحبت میکنیم و پابلو نرودا یک شعر بسیار بسیار زیبایی داره که توصیه میکنم حتما جستجو کنین این شعر پابلو نرودا رو، با عنوان به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگر و اگرها رو میگه و فوق‌العاده است. شما میگید که اگر که عاشق نباشیم، اگر عشق رو تجربه نکنیم، آغاز به مردن میکنیم و فقط داریم گذران عمر میکنیم، طعم زندگی رو نمیچشیم. بله بله، کاملا درسته. نه اینکه حرف من کاملا درسته، نه خواهش میکنم، تکرار شما از حرف من این باور رو دارم، من این باور رو دارم که زندگی بدون عشق زندگی نیست. ولی لازمه که بگیم که حالا برای اینکه ذهن بینندگان سریع سراغ یک مفهومی که ما کلن از عشق آشنا شدیم نره، من یه دو سه تا طبقه بندی مختلف که روانشناس ها مطرح میکنند رو از عشق بگم. حتما. یک روانشناسی به نام آقای لی میاد عشق رو به 6 نوع مختلف تقسیم میکنه. یک عشقش رو میگه اروس یا شور زندگی یا شور، یا دیگریشو من حالا اسامی رو نمیگم چون اینا معادل فارسی نداره، اینا اسامی یونانیه. بله. نوع دوم عشقیه که اشخاص به اصطلاح در یک تیم، در یک بازی، در یک گروه ورزشی دارن. مثلا فرض کنید یه تیم، مثلا الان تیم فوتبال ما الان جام جهانیه. بله. بازیکن‌ها واقعا عاشقانه پا به پای همدیگه میدونن تو زمین. چون تیم ورک، اون چیزی بله. که اون حسی که توی تیم ورک هست. بله. بله. آدم ها با هم دارن. بله. و ناشی از جستجوی یک آرمان. من عرض بکنم کار گروهی منظورم بود. بله. عشق بعدی که میگه عشقیه که به آرامی در قلب می‌نشینه. من فکر کنم که آقای سروش صحت یه متن نوشته بود که بعضی از دوستی ها مثل چای سرگل گیلان میمونه، باید صبر کنی آروم آروم رنگ بگیره، آروم آروم دم بکشه، طعم پیدا بکنه. این عشقه، عشقی که آروم آروم بر اثر دوستی دراز مدت بین دو نفر ایجاد میشه. یک عشق بعدی هست، عشق پیش میگن پراگما، عشق سودگرایانه، عشق هدفمند، عشقی که منطقیه برای رسیدن به هدف. خیلی جالبه، من دیروز یک زن و یک آقا و خانومی جهت مشاوره ازدواج پیش من اومده بودن و وقتی که پرسیدم که به چه علت میخواین با هم، مشکلی هم بینشون پیش اومده بود، همون ابتدای خواستگاری و اینها، من گفتم علارغم این مشکل که هر دوتون رو ناراحت کرده، چرا میخواید همچنان با هم دیگه ازدواج کنید؟ به این عشق اشاره کردم. یعنی هر دو طرف مواردی رو گفتن به نفعمونه که با هم ازدواج بکنیم، که این آدم منو به اهداف خودم میرسونه. این میشه، اینم عشق میشه. ولی واقعا میشه آخه، خیلی یه جوریه. بله یه جوریه، یه جوریه. ما حالا میگیم یه جوریه رو بگم بهتره دیگه، چون لغتای دیگه خیلی شاد. یک عشق هست بهش میگن شیدایی. نسل نوجوان با این عشق بیشتر تو کتاب‌ها و اینا آشنان دیگه، یه شیدا میشن و واله میشن و عشق وسواسگونه. عشق آقای اسلام زاده به نظر بنده رهایی بخشه، قل و زنجیر نیست. بله. عشقی که اسارت میاره، وسواسگونه، اونم عشقه ولی شیداییه. به قول ابو علی سینا، سودا در بدن تو غلبه میکنه.
تعادل حیاتیت به هم میخوره. یک انسانی میشه سپر بلا و سوراخ دعای زندگی تو که تو سرتو بمیندازی، همه چیز رو از چشم اون دیگه ببینی، خورد و خوراک نداری و بله یه جور ارزش اعتیادی داره، یعنی حکم یه ماده مخدر داره، زندگی بدون اون دیگه هیچ معنی نداره. نداره بله. شاید همه ما یا دیدیم یا تجربه بله. کردیم بله، و خوبم هست، یعنی تجربه کردن همه اینا باعث کمال نفس میشه. ما باید بدونیم که به هر حال مثلا ما نمیخوایم توصیه کنیم به بینندگان که بگیم این عشق رو برید مثلا از مغازه ما عشق بخرید باقیش مثلا خوب نیست. نه، عشق همه جورش عشقه. مهم اینه که اون حس زنده بودن در تو ایجاد بشه و تو صبح به یه انگیزه ای از خواب بیدار بشی. آگاپه، من اینو میگم، این آگاپه عشق بی قید و شرط، بهش میگن عشق غیر خودخواهانه، مهر ورزانه، نوع دوستانه، جهان دوستانه است، که اون نوع متعالی عشقه. نوع متعالی عشق، اینو یکی از روانشناسان بسیار بسیار بنام اومده یه مقدار قابل فهم ترش کرده سه تا گفته. عشق یا اروس، من اروس رو خیلی نمیتونم ترجمه کنم، اون شور زندگی، شور، یعنی این بین پدر و مادر میتونه باشه، این بین زن و شوهر میتونه باشه، بین دوتا رابطه رمانتیک میتونه باشه، بین شور، بین یک سگ و یک صاحبش میتونه باشه، شور زندگی، شور هستی که جاری میشه. دومیش گرایش مندیه، فیلیا، من این اصطلاحات خارجی رو به کار میبرم برای اینکه میدونم شبکه 4 بعضی از اشخاصی که میشینن دانشجوان محققن، ممکنه بخوان این واژه ها رو عیناً در موردش جستجو بکنن، تحقیق بکنن. فیلیا مثلا تو زیست شناسی دبیرستان اینا مثلا فرض کن مثلا هوموفیلیا مثلا میدونی، یعنی گرایش به اینکه خون جاری بشه، یه بیماریه ولی فیلیا اولین بار توسط ارسطو مطرح میشه، به رابطه افلاطون و سقراط میگه. من میتونم بگم مثلا رابطه حضرت شمس و مولانا، حضرت علی علیه السلام و پیامبر اکرم. فیلیا رابطه بین یک دانشجو و یک استاد، یک عشق همراه با احترام، احترام و تمایل به مانند شدن. مثلا من به عنوان یک روانشناس در موقعی که دانشجوی روانشناسی بودم، مثلا یه استادی داشتم به نام آقای دکتر کیانوش هاشمیان، مثلا این عشق رو داشتم، یعنی مثلا میدیدمش، میخواستین شبیه اون باشی، یک روزی اون آره. باشی، بر نه اینکه مثلا واقعا هم عین اون بشم، میخواستم یک روز یه روانشناس خوب بشم، حالا بماند که ایشون استاد ما بودن و امیدواریم بشیم، چون هنوز قید حیاتان امیدوارم خدا بله خدا حفظشون کنه، هنوزم تو همون دانشگاه اتاق ما بغل اتاق ایشونه، برای من افتخاریه که، ولی منظور این که این که یک روانشناسی بشم که حرفم به درد دو نفر بخوره، این فیلیای من نسبت به این استاد بود. شما احتمالاً وقتی کارتون رو شروع کردید به عنوان یک مجری تلویزیونی، یک الگوی حالا جهانی یا منطقه‌ای داشتید، یک فوتبالیست بله میگه من میخوام بشم مثل، همه ما این آدمو داریم که زندگی، و بعد دو مرتبه میشه هم آگاپه. آگاپه رو بهش میگه عشق بیدلیل، بیدلیل، بی هیچ دلیلی، بی هیچ توقعی. بعضی هم میگن عشق مادر به فرزند اینجوریه، میگن بستگی داره، کدوم مادر کدوم فرزند. مادری که به بچهش عشق میده ولی توقع داره که بچهش به شیوه خاصی عمل بکنه، این نیست. این عشق رو در شکل متعالی خودش، عشق پروردگار به بندگان، به بندگان، به آفریده ها، بله، هیچ دلیلی نداشته که، هیچ دلیلی نداشته که پروردگار ماها رو بهمون حق حیات بده. فقط از سر عشق، اینه که حضرت حافظ میگه پرتوی حسنت تجلی. بنابراین این سه نوع عشقه. و بعد یک روانشناس دیگه به نام اشترنبرگ میاد برای عشق سه تا مؤلفه عنوان میکنه، که ما از اینجا بعد داریم میریم سراغ این که حالا چرا روابط بین فردی خوب شکل نمیگیره، چرا اشخاص به مشکل برخورد. این عشق حالا سه تا مؤلفه داره، یکی صمیمیت، یکی شور، پشن، شور، هیجان،
بعضی وقتا تو بعضی کتابا شهوت ترجمه شده، من از این واژه خودم خوشم نمیاد، چون که خیلی خیلی اگه بیاریمش توی مسائل شاید جسمی و جنسی اون وقت معنی بدی داره، ولی مثلا میگم شهوت غذا خوردن میدونی من. اون البته با معنای مثبتش، هرچند تو ادبیات ما اصلا این معنی خیلی مثبت به کار نمیره، همون هیجان اشتیاق بهتر باشه. اشتیاق مشتاقی شور میدونی. اشتیاق کاملا لغت خوبیه. و بعد تعهد، صمیمیت، اشتیاق و تعهد. تعهد یعنی اگر که دو نفر آدم عاشق همه، یک نفر عاشق کارشه، عاشق هر چیزی، این رو داره که صمیمیه با اون و هیجان داره در موردش و اشتیاق داره بهش و و و آیا تعهد داره، تعهد داره بهش، یعنی اینکه با اون بمونه، بله، کار دیگری نگیره، ماشین بله. دیگری نخواد، به هر چیزی عاشق، بله. هر چیزی هست، بله بله. مثلا فرض کنید من اگر که هیئت علمی دانشگاه آزاد هستم، علی رغم اینکه پیشنهاد داشتم برم مثلا دانشگاه‌های دیگه، این تعهد رو دارم که اونجایی که منو پرورونده همونجا باشم. امیدوارم توی فیش حقوقتون تاثیر بذارین. امیدوارم. من به همین نیت گفتم. عرضم به حضور شما که بعد بر اساس اینکه این سه تا مؤلفه هست یا نیست، اومده عشق رو به چند نوع مختلف تم. اولیش دوستی. در دوستی فقط صمیمیت هست. شما مثلا دوستیه، مثلا من با شما، حالا البته من امیدوارم که ما بین اون تعهدی هم باشه و اشتیاقی هم به نوع این که در کنار هم باشیم باشه، ولی اصولا اون اشتیاق رو چون بیشتر جنبه سنسوال، جنبه حسی، یه خورده جنسی میده، یعنی چیزی که زن و مرد رو در کنار هم به ازدواج میرسونه اشاره میکنه، بنابراین بین دوتا هم جنس اصولا این عامل نیست. چون گفتیم دیگه، میگه پشن و بعد گفتیم شهوت، ما خواستیم شهوت رو استفاده نکنیم، گفتیم اشتیاق و بعد نرسیم به این که وقت مفهوم بد جا بیفته. منظور همون اون گرایش جنسی درش هست، بخشیش اونه، نه همش، نه همش، بله، بخشیش اونه، بخشیش اونه، ولی وجود داره، ولی اون، ولی وجود داره، بله. بعد دو مرتبه والگی که فقط و فقط اون اشتیاقه هست، صمیمیت نیست، تعهدم نیست. این شما داری الان حالت‌های مختلفی که ممکنه برای آدم‌ها پیش بیاد رو میگین. یه بار دیگه از اول عناوینش رو بگین. دوستی، خب، بعد والدگی که فقط توش اون اشتیاق هست. این متأسفانه یا خوشبختانه این عشق نوجوانیه. این عشق جوان‌های ماست. عشق‌ها کو کسبه رنگی بود که عشق بود، ولی خب عاقبت سنگی بود، من نمیگم ننگی بود، به خاطر اینکه شما یک نفر رو میبینی و خیلی خیلی خوشت میاد، در لحظه شیفتش میشه، شیفتش میشه، چیه چیه چی کار بله. است آها. خیلی هم اصلا حوصله صمیمیت نداری، من عشق جوانی، عشق در یک نگاهی بله. که شاید خیلی بله 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 بله, بله, بله. متاسفانه خیلی ها هم به خاطر مسائلی که بالاخره کشش های جوانیه، جوانیه، متوجه نیستن که بابا این کشش جوانیه، فکر میکنن که اون شخص حضرت مثلا خرسه و مثلا بهترین مثلا انسان روی زمینه و این مثلا فرض کنید که از آسمان فرو آمده، ولی بعد از این که این رابطه خود شکل میگیره و اون هیجان اولیه فروکش میکنه، اصلا این چیه، من به نابودی میره این رابطه، بله، خیلی سریع. و اون وقت کسایی هستن که هی دارن اینا تجربه میکنن، یعنی از این چرخه باطل بله. عاشق شدن در یک نگاه و فارغ شدن فرداش، بله بله، به خاطر اینکه به تعهد توجه نمیکنن، به صمیمیت توجه نمیکنن، یعنی قبل از اینکه صمیمی بشوند، قبل از اینکه قلب هاشون با هم دیگه نزدیک بشه، بدن هاشون با هم دیگه نزدیک میشه. ممنونم از صراحتتون. نه. و این اصولا بین 13 تا 17 18 سالگی ممکنه طبیعی باشه، ولی اگه در 27 8 سالگی هم یک نفر داره همچنان این روابط رو دنبال میکنه به این شکل، اصلا مهم هم نیستش که این عشق به چی منتهی بشه ها، ممکنه خیلی وقتا من سن رو که گفتم یه وقت سوء برداشت نشه توسط 13 تا 17 سال همه درگیر چه رابطه‌ای، بله، به هر حال 13 تا 17 سال ها ممکنه فقط از دور از دور این منظره ای رو تو ذهنشون ترسیم دارن. بکنن، مثلا فرض کنید که یک
هنرپیشه ای، یک فوتبالیستی، یک مثلا فرض کنید یه خواننده ای، یه همسایه ای، شبا بنده خدا میشینه توی اتاقش گریه میکنه، آه میکشه، ولی این یه تبه، این میگذره، این برای اینکه آشنا بشی با اینکه آه تو میتونی این فضا رو هم تجربه بکنی. خب به هر حال تو اون سن و سال جرأت و جسارت هم کمتره، شاید اصلا هیچ اتفاقی هم نیفته، ولی وقتی به قول شما این میرسه به یه آدم 27 8 ساله، ممکنه که اصلا اون آدم دیگه بله. جسارتش رو زندگی فرق کرده بله. با یه بچه و کودک بله. و بعد آسیب میخورن و بعد ضربه میخورن و بعد این ضربه و آسیب رو وارد رابطه بعدیشون میکنن، یعنی یک رابطه مرزگونه رو بله. ادامه میدن بله. و ممکنه که بله. چند نفر رو هم درگیر بکنن بله. من توی مجموعه دیروز بودم از مجموعه های دوستانمون، من رفت بودم سر بزنم، ولی میدیدم که راجع به مسئله حسابداری هی صحبت میکردن و خیلی مشکل داشتن و بعد مثلا داستان اینجوری شد که یه حسابدارهای متعددی در دورانهای متعدد اومدن و رفتن و همینجور کار خراب گذاشتن، گذاشتن واسه حسابدار بعدی. حسابدار بعدی که میاد به حساب خودش نمیتونه برسه، باید بره حساب قبلی رو درست کنه، از حساب خودش جا میمونه، حساب خودش خراب میشه، میمونه واسه حسابدار بعدی. شما دارین اشاره میکنین به اون جراحت هایی که تو وجود آدم ها هست. دقیقاً. رابطه قبلیه ایراد داره، زخم هایی رو زده که حالا این آدم میخواد اونها رو با رابطه جدید خوب بله. بکنه. بله. و بعد رابطه بعدی هم زخم دوم و سوم. بله. یک عشق هست بهش میگه عشق توهی. حالا شاید توهی کلمه خوبی نباشه، ولی عشقی که فقط تعهد داره. هیچ صمیمیتی نیست، هیچ هیجانی هم نیست. آدم‌هایی که طلاق عاطفی گرفتن، زن و شوهرهایی که بله. هیچ تجربه زندگی مشترکی دیگه ندارن، ندارن. فقط هستن چون امضا دادن توی قبال ازدواج با هم. بله دقیقاً دقیقاً. یا اشخاصی که از دید از طبقه بندی انیگرام، انیگرام من اینو اینجا بگم که یک سنت ایرانیه که در روانشناسی امروز دنیا شناخته شده است. انیگرام یعنی 9 ضلعی هست در مناطقی از ایران که البته الان تقریبا شده افغانستان، در هرات و خراسان و اینها، عده‌ای اشخاصی بودن که در جستجوی شناخت خودشون بودن، اینها دور آتیش میشستن حرف می‌زدن، مشخص بود که 9 تیپ مختلف آدم هست و اینها اومده بودن این 9 تا رو به عنوان درس معنوی خودشون انتخاب کرده بودن که بفهمن که چالش هر تیپ، هر گونه شخصیتی چیه. حالا الان این امروزه اومده تو روانشناسی دنیا داره به عنوان تیپ شناسی شخصیت مطرح میشه. تیپ 2 این 9 ضلعی، انیگرام یعنی 9 ضلعی، تیپ 2 این 9 ضلعی دهنده است. اشخاصی است که دهندن، سرویس میدن. شما الان مثلا فقط یه آدمی بدونه، من دارم تو مراجعه میگم آقا یکی به من زنگ بزنه میگه ماشینم خرابه. یعنی شما اگه این تیپ 2 بودی الان مثلا کسی بهت گفته بود، از دوستایی که مثلا همکلاسی دبیرستانت هم بوده ها، بعد 30 سال اومده بهم میگه آره مثلا زنگ زده باشه که میلاد جان من تو تلویزیون دیدم سر چهار پارک فی ماشینم خراب شده، میتونی کمکم کنی؟ شما داری میای تو استودیو در تمام این مدت برنامه نگران اونی، شاید وسطش هم ول کنم برم مثلا اگه بتونی. این میشه عشق توهی، عشقی که فقط تعهد داره، چند وقت ندیدیش نمیدونی، چند تا بچه داره الان مثلا نمیدونی، ازدواج کرده خبر ندارم، شغلش چیه نمیدونم، یعنی صمیمیتی بینتون وجود نیست. چقدر باش لذت میبرین؟ من همون موقعشم که تو دبیرستان خیلی جزو دوستای صمیمیم نبود، من میخواستم برم مثلا بعد از ظهر چه میدونم فوتبال بازی کنم، با این نمیرفتم، با دیگران میرفتم. چرا پس انقدر سرویس میدی؟ احساس وظیفه دارم، دوستم. و بعد این میشه بچمه، این میشه مثلا مادری که فرزندانش مثلا فرض کن ول کردن رفتن، یکیشون این ور دنیا، یکیشون اون ور دنیا، یکیشون اون ور دنیا، و این مادر اصلا ماه تا ماه، سال به سال از فرزندانش خبر نداره، ولی همچنان سبزی خرد میکنه، خشک میکنه، براشون میفرسته، اونا میگیرن میذارن تو سطل، چون مثلا عادت کردن از مثلا از مثلا سیفی خرید کنن توی کشوری که هستن. از نوع بعدیش عشق عاطفی، عشق رمانتیکه. یه سوال بپرسم آقای دکتر، این که الان که ماهایی که داریم میشنویم این رو، من و بیننده هایی که الان برنامه رو میبینن، ممکنه هر کدوم یکی از اینها رو تو وجود خودمون تجربه بکنی؟ من یا نه ممکنه اصلا همزمان، یعنی همین هر شیشتاشو داریم. آها. نسبت با آدم های مختلف، یعنی یه تیپ نیستم که بله. همش فقط همینو داشته بله. باشم. بله دقیقا، ممکنه ما هر شیشتاشو داشته باشیم. خب میفرمایید بعد از تو نوع بعدیش عشق رمانتیکه، عشق عاطفیه، عشقی که صمیمیت داره. عرضم به حضور شما که اون شور و اشتیاقم هست، ولی تعهد نیست. من متاسفانه میریم تو قسمت بعدی اگه فرصت بشه که اصلا چرا
چرا جامعه ما به این سمت داره میره که اشخاص این دوتا رو دارن ولی حاضر نیستن تعهد بدن. من یک مراجعی دارم که این تو یک دور مطلوبی، امیدوارم این برنامه رو ببینه که بدون من چقدر بهش فکر میکنم، که تو دور مطلوبی با یک پسری که به نظر میرسه رابطه خوبی دارن، سالیانی هم هست که با هم دیگه هستن، صمیمی هستن، دوست دارن، همه بهشون میگن که شما دوتا چقدر با هم دیگه خوبین، این پسر به این دختر میگه من بدون تو میمیرم اینا، ولی این دختر میگه من 31 سالم شده، من میخوام ازدواج بکنم. پسر میگه نه من ازدواج نمیخوام. قهر میکنه، میاد دو جلسه پیش من مشاوره، مشاورش نیمه کاره ول میکنه، چون تو این فاصله پسره دلش تنگ شده، زنگ زده، دو مرتبه آشتی کردن، دو مرتبه رفتن، دو مرتبه سه ماه دیگه، سه سال اینا دارن این دور باطل رو میچرخن.